دیوار ورق خورد. تقدیر تاریخ بود، خواست ایران خانم بود، سیمین بانو وارد شد درست در شرایط که ایران میشد فلسطین. تراژدی با تراژدی غزه در حالی که داشتن ایران رو میبلعیدن، سیمین بانو بازگشت. بازگشت با ایرانیت، بازگشت. روی دیوار نوشت دوباره میسازیمت وطن. همین کافی بود. قرار نیست ما دوباره غزه رو بسازیم، قرار نیست ما دوباره فلسطین رو بسازیم، قرار نیست ما تبدیل به توتیان و جارچیان رژیم بشیم. فقط خواست رژیمه که شما به محله غزه برید، فقط خواست رژیمه که شما غزه‌ای بشید. نگاه کنید به چهار گوشه دنیا، فقط کسانی مسئله غزه رو در بزرگ نمایی های تبلیغاتی مطرح کردند که میخواهند با این رژیم مذاکره کنند. اگر میبینید CNN هست به خاطر اینکه دستگاه پروپاگاندای همین به اصطلاح رژیمی است که میخواد با رژیم گفتگو کنه. اگر BBC است چون داره برمیگرده به ایران، داره سفارتش رو در اونجا بازگشایی میکنه. هر کس آمد و در این بازی شرکت کرد به خواست رژیم جمهوری اسلامی بود و منافع جمهوری اسلامی. بله ما هم برای فلسطینی ها نگرانیم، اما به ما چه؟ فلسطین و اسرائیل می جنگن. اگر فردا آذربایجان و ارمنستان به جنگن شما چه کار می کنید؟ آیا این انصاف رو داری که فقط به عنوان یک تحلیلگر، فقط یک تحلیلگر و مفسر فقط بیایید وقایع رو تفسیر و تبدیل تحلیل کنید؟ نمی کنید. غزه فرق داره. در واقع غزه پاشنه اشیل این رژیمه و شما جارچیان سعی می کنید به حمایت این رژیم برخیزید، ضمن اینکه ضد یهود هم هستید. هستید ضد یهود هستید، یک فرهنگ زشت. همین آقای حاج سید جوادی کم مونده بود، اونم اومد مقاله نوشت، گنجی نوشت، عبادی نوشت، کشکر نوشت، حشمت رئیسی نوشت. حالا فقط آقای حاج سید جوادی مونده بود، اونم اومد نوشت. به شما چه فلسطین؟ اصلا به شما چه؟ چه شده؟ این روحیه احمقانه به اصطلاح آشورابازی و تراژدی بازی چیه؟ نیچه درست میگه وقتی به تراژدی یونانی ها نگاه میکرد و در واقع تحلیل میکرد چرا این ملت اینقدر تراژدی را دوست میدارن. چون که ملت هالویی هن، ملت ترسویی هن. نگاه کنید یونان، امپراتوری یونان کجا؟ آیا میشه ملتی با سقراط و ارسطو و افلاطون به اینجا برسه که حالا ناچار بشه دست دراز کنه به بانکداران جهانی، جزیره هاشو به شیخ های عرب بفروشه؟ شما با ایران همین کارو میکنید چون تراژدی رو دوست دارید، چون دوست دارید کارنوال را بندازید، اشک تمسا بریزید. شما اشک تمسا میریزید، شما دلتون برای مردم فلسطین نسوخته. میدونید چرا؟ مگر فلسطینی های ساحل غربی ایستادن برای این فلسطینی ها؟ مگر یک کشور عربی برای این فلسطینی ها ایستاد؟ پس به شما چه؟ فقط فقط به خاطر اینکه میخواهید قدرت نمایی کنید، اون تز چپ ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی رو به رخ مردم بکشید، ضمن اینکه مظلوم نمایی کنید، قهرمان بشید که ما از یک ملت به اصطلاح واخورده حمایت میکنیم، به شما چه؟ آیا شما رفتید و ببینید این ابلهی به نام الوندی که گفته بود اگر به دانش آموزان ایرانی یک ناظمی یا معلم ورزشی تجاوز کرده به خاطر اینکه اون بچه ها میخواستن، آیا رفتید از حق این بچه ها دفاع کنید؟ نه، چون شما عوامل اون رژیم هستید همتون. چرا رو درواسی دارید؟
فرقش اینه که میگید یا من مصدقیم یا سبزم ضد پهلویم. این شدش شما نقشی که بازی میکنید. نگاه کنید همین کارو میکنید. آیا شما آمدید و بگید چه کسی این جلال حسینی را در واقع کشت؟ چرا هیچ انعکاسی ندادید؟ مگر خود جلال حسینی به تنهایی برای همه نایستاد؟ برای همه خبرنگارها ایستاد، برای همه زندانیان سیاسی ایستاد، برای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایستاد، حتی برای آقای رضایان که اصلا نمیشناخت ایستاد. این آقای جیسون رضایان نباید میرفت ایران. چرا رفته ایران؟ ایشان در سایتی در واقع به نام تهران بیورو مطلب مینوشت در زمان جنبش سبز که بر ضد رژیم بود. شما باید ابله باشید. این چه بازی در آوردید؟ مخالف رژیمید، بعد توجیه میکنید که یک رژیم معتدل، در واقع رژیم کلیدداران، ما رو میپذیرن، میرید و گرفتار میشید. خب اینه بازی. اولا شما روزنامه نگارید. روزنامه نگار نقش دو دوزه بازی نمیکنه. امشب اتفاقا به این میخواهم پرداخت. وقتی که هم مطلب هایی که بچه ها در سایت ما نوشتن فوق العاده بود. یکی از بچه ها نوشته بود عمو مانوک، یکی از دلایلی که ایشان رو به اصطلاح شاید تصمیم گرفتن نباشد اینه که نگاه کنید، چون ایشون یک مقاله ای نوشته بود هم در مورد اینکه گفته بود جمهوری اسلامی مسئول جنگ اول جهانی است و بعد هم نوشته بود در مورد غزه و بهائیان. مطالب جالبی نوشته این جوان، تلاش کرده. من اصلا نمیشناختمش، گاهی مطالب رو میدیدم اصلا نمیدونم اسم واقعیش چیست، اسفندیار بهارمس کیست. شنیدم آقای سعید بهبانی نازنین بهش خطاب میکرد نادر، بغض کرده بود میگفت نادر. چرا نادر؟ خب حتما آدم نادری بود که سرشو زیر آب کردن. چرا این همه بنجل وجود داره؟ کاری باش کار نداره، کسی باش کار نداره. بنابراین اینها سراغ کسانی میرن که واقعا براندازن. مگه سراغ ستار بهشتی نرفتن؟ در همین سایت این آقام چقدر از مادر ستار بهشتی حمایت کرد. من نگاه کردم هیچ کدوم از این به اصطلاح سایت هایی که خانم شیرین عبادی بود یک کلمه در مورد ایشون ننوشته بودن. دیدید رأی دادن برای ستار بهشتی. دیدید حرفای مادرش رو بشنوید، شاید درس بگیرید. زندان منتقل شد و 13 آبان در زندان فوت کرد. از حقوق آدم ها می نوشت، هیچ داشت، نه که بگید لیسانس بود، دانشجو بود. درد جامعه رو می دید، درد می کشید، از این درد خسته شده بود. شوق دکترای درد کشیدن داشت، لیسانسه زجر کشیدن داشت. مسئولان پلیس ابتدا سعی در انکار موضوع داشتن، اما دست ستار رو دستبند می زنن، لپتاپ و هر چی که داشت همه رو برمیدارن میبرن. برمیگرده مادرم میگه مجوز شما دارید؟ برمیگرده این طرف اسلحه‌شو نشونه مادر من میده. نمیدونم داداشمو به چه جرمی برد. چرا از حقوق آدم ها مینوشت؟ جرم برادر من میدونی چیه؟ انسان بود و میگفت انسانیت زنده بمونه. همین مامانم الان میگه مقاله مینوشته واسه خانم ستوده نوشته، میگفته پیاز کیلو 1500 تومن، فحشا از کجا میاد؟ بیکاری شروع میشه که بعدش فحشا میاد. سیکل داشت، نه که بگید لیسانس بود، دانشجو بود. درد جامعه رو میدید، درد میکشید، از این درد خسته شده بود. شوق دکترای درد کشیدن داشت، لیسانسه زجر کشیدن داشت. الان با افتخار میگم داداشم ستار بهشتی. اگه این خونش خون سیاوشه، سیاوش ایران زمین، چرا ستار بهشتی رو اینچنین بیرحمانه کشتند؟
وقتی شما نگاه میکنید این رژیم بی دلیل نمیکشه، بی دلیل نه از نقطه نظر این که مقصرن، نه 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 از این لحاظ نه. وقتی میخواد ذره چشم از بلاگ نویسا بگیره، ستار بهشتی رو میکشه. یعنی شما نمیتونید بلاگ نویس باشید به خاطر اینکه در دوره ای هستیم که این سایت های دیجیتالی اثر دارن. ستار در واقع به تنهایی مثل یک السید می جنگید می اومد جلو، پس باید می رفت. اسی محبوبی نوشته بود دلیل این که جمال حسینی رو کشتن این بود که بیش از حد از باهائیان دفاع می کرد. این رژیم متنفر از باهائیان. شاید این قابل توجه باشه برای بسیاری که برای غزه سینه می زنن، عاشورای سیاسی را می دازن. باهایی ها هموطنان ما هستند. چرا از هموطنان ما دفاع نمی کنید؟ تا به حال یکیتون این شهامت و جرأت رو داشته؟ نه، من هرگز ندیدم. در برون از مرز بله بعضی ها، ولی هرگز من ندیدم از همین آقایون چپی که اینقدر ادعا می کنن هنوزم پیاله هاشون رو به سلامت آقای مارکس بالا می برن، به سلامتی آقای مارکس، یک بار بیان و از مردم به اصطلاح بیگناهی که در واقع بهایی هستن دفاع کنن. نکردن، نمیخوان بکنن. فقط گاهی میان یک چند تا از این عکس ها رو چاپ میکنن در سایت هاشون و چند مقاله هیجان انگیز مینویسن، اشک تمساح میریزن و بعد میرن. ببینید ما امروز نباختیم. من همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، هنوز جنازه این ندا فرشته‌ای که مفت قربانی شد روی سنگ فرشا هست. حتی روزی که ستار بهشتی را هم کشتن، فقط من دیدم عده ای آمدن برنامه تلویزیونی یا چند مقاله نوشتن، رها کردن رفتن. ولی یادمون نره یک روز یک اتفاقی افتاد که ابعاد جهانی پیدا کرد. خب هنوز قضیه ستار بهشتی نبود، هنوز بسیاری از این بچه ها در زندان ها نبودن، حتی جنبش سبز صدا پا شنیده نشده بود که بسیاری از طرفداران به اصطلاح جنبش سبز رو دستگیر کنن. یک خبرنگار یادتون هست، زهرا کاظمی نامی، از کانادا بلند شد و رفت ایران. فکر کرد چرا کار حرفه‌ای میخواد انجام بده. اشتباهش این بود نخوند بازی رو. فکر کرد میره ایران یک کار ژورنالیستی میکنه، چند عکس از تظاهرات، از جنبش های دانشجویی در واقع به عنوان تصویر تاریخ ضبط میکنه و برمیگرده. اما نمیدونست که باز جبه اونجا وجود داره، یک خوناشامی، یک آدم خوری به نام سعید مرتضوی. راستی بر سر این سعید مرتضوی چی آمد؟ این همه جنجال، فقط جنجال. چرا؟ یک گروکشی بود بین دو جناح رژیم. چی شد؟ قضیه پرونده خانم زهرا کاظمی چی شد؟ هیچ کس نفهمید. امروز بحث مفصلی در مورد خانم زهرا کاظمی شد در دولت که چند جلسه تا حالا هیئتشون برگزار کردن. بنا به گزارش وزیر بهداشت و درمان، ایشان توسط خونریزی مغزی که ناشی از ضربه بوده فوت کردن و پیگیر این هستن که این از کجا بوده. حالا بیایید ورق رو برگردونیم ببینیم اگر یک خبرنگار خارجی، یک ژورنالیست خارجی باش چنین برخوردی صورت میگرفت، اینها چیکار میکردن؟
حداقل در چند سال گذشته بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ما شاهد گروگانگیری بسیاری از ژورنالیست‌های خارجی بودیم و اتفاقا در عراق هم داره همین کار اتفاق میفته. من یک مستندی دیدم از آقای مازیار بهاری که خودش مثل اینکه در جمهوری اسلامی دستگیر شد به خاطر مسائل جنبش سبز، آمده بود یک مستند ساخته، کار خیلی قشنگی کرده. چرا؟ آمده در واقع به صورت مستند نشون داده چگونه خبرنگاران، حالا البته منظورش در عراق، چگونه خبرنگاران هدف اصلی هن، چگونه خبرنگارا رو به گروگان میگیرن، چگونه خبرنگارا رو تهدید میکنن، چگونه خبرنگارا رو میکشن. چرا؟ چون همیشه فکر میکنن اون گروه هایی که منافعشون در خطره که این خبرنگار میتونه اسرار بسیاری رو فاش کنه اگر حرفه‌ای باشه. البته بسیاری معتقدن که این خبرنگارا وقتی برمیگردن به مراکز ویژه‌ای هم گزارش میدن، متاسفانه اینم هست، اما نمیدونید یک تصویر، یک گزارش چه تأثیری داره، چگونه بازی رو عوض میکنه. یعنی در واقع یک خبرنگار میتونه سرنوشت یک بازی رو تغییر بده. همین خانم کریستین امانپور حکم تیرش رو داده بودن، چرا که یک تصویر، یک گزارشی از بوزنیا در واقع ارائه داد که تا اون روز آمریکایی‌ها نمیخواستن کمکی بکنن، اما بعد وارد جنگ شدن، حتی ناتو رفت. یا همین خانم سامانتا پاورز که الان نماینده دولت اوباما است در سازمان ملل، اون مسائل آفریقا رو انعکاس داد. همین R2P یعنی Responsible to Protect رو آورد. خب یک روزنامه‌نگار میتونه موثر باشه. من یادمه در همین آمریکا یک خبرنگار خوش‌قیافه‌ای بود مال وال استریت جورنال، دانیل پرل. این ناگهان تصمیم گرفت بره در وارد لابیرانت افغانستان و پاکستان بشه و بره ببینه این قضیه القاعده چیه، بره ببینه این مسئله سیدی های پروفسور خان چیه، سلاح‌های هسته‌ای که آقای خان داشت در بازار آزاد به این و اون واگذار میکرد. دستگیرش کردن، گروگانش گرفتن و بعد حتی عکسای ازش منتشر کردن که در واقع دارن تهدید به مرگش میکنن، میخوان اعدامش کنن، آخرم کشتن. آن فکر میکنی چی شد؟ عواملش رو دستگیر کردن، حداقل عواملش رو دستگیر کردن. یا این در واقع یکی از بزرگترین حوادثی بود که بعد از حادثه به اصطلاح ظهور وحشیانه القاعده به سر زبون ها افتاد، جامعه ژورنالیستی دنیا رو تغییر داد، حتی فیلم سینمایی ازش ساختن. اما دریافتن که با یک جانوران دیگری طرف هستن، به کسی رحم نمی کنن. الان هم همینه. تمام تأسف من اینه که ISIS، داعش، ISIS داره میکشه، داره بزرگترین جنایت ها رو انجام میده، ولی همه ما رفتیم سراغ غزه. چرا؟ منافع ما در غزه است، اعتبار برای ما میاره. گذشت اون زمانی که شما اگر طرفدار مثلا مبارزان آزادی بخش الجزایر و فلسطین بودین اعتبار میگرفتین، امروز اعتباری نداره. طرفداری از حماس که اعتبار نداره. حالا خبرنگار دیگری که باز مهمه بهش اشاره کنیم، پال کلوبینکوف بود. من بارها مصاحبه او رو با چارلی روز شنیده بودم، مقالاتش رو در نیویورکر خونده بودم. پسری بود که اولین بار اومد در مجله فوربس مقاله ای نوشت، ملاهای میلیونر، و در واقع
پنبه آقای رفسنجانی، خاندان عسکر اولادی و بقیه 40 دزد تهران رو در واقع رو کرد. اون روز بوسه مرگ بر پیشانی آقای رفسنجانی زدن، آقای رفسنجانی از بازی خارج شد. این مقاله پدر آقای رفسنجانی رو در آورد، اعتبارش رو شکست. مقاله بعدی در مورد گادفادر مافیای اولیگارکا یا مافیای روسی بود که جرأت کرد برود و اون رو رسوا کند. و بسیاری معتقدن همین آقای بزروفسکی موجب قتل کلبنیکوف شد در خیابانهای مسکو. خودش هم در لندن در واقع به دار آویخته شد، خودشو دار زد در حمومش، حمام خانه در وان. پس بنابراین بازیهایی وجود داره که خطرناکتر از یک گزارشه یا یک تفسیره. خطوط قرمزی وجود داره، تابوهایی هست، برای همینم بسیاری قربانی میشن، مخصوصا در سرزمین ما. اگر خبرنگاری این تیزهوشی رو داره که رژیم رو رسوا میکنه، بلافاصله دستگیر میشه. البته طبق مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی که اون قانون اساسی فقط برای اون هاست. در واقع به شما این پند رو میده که ما در یک دنیای دیگری زندگی میکنیم. ما در یک دنیایی هستیم که بدون اسلحه هم میتونیم بزرگترین دیکتاتورها رو به زیر بکشیم. با یک ترانه، با یک مقاله، با یک داکومنتری. الان به پیمان جوانسال میگفتم، میگفتم قرار نیست ما جبهه بگیریم، قرار نیست ما جز دستگاه پروپاگاندای یک سیستم باشیم. حتی وقتی در مورد همین مسئله غزه و اسرائیل صحبت میکردم، گفتم شما نمیتونید به عنوان برنامه ساز یک جانبه قضاوت کنید. میتونید یک کار کنید از نقطه نظر حرفه‌ای، نمیتونید در برنامه‌تون نقش به اصطلاح مدافع اسرائیل یا مدافع فلسطین رو بازی کنید. میتونید اعتراض کنید، میتونید نظر بدید. میخواهید نقش پروپاگاندیست رو بازی کنید، برید داکومنتری بسازید، بذارید رو یوتیوب. شما اجازه ندارید، این غیر حرفه‌ای است، بی اخلاقی است که بیایید در یک تلویزیونی، مثلا تلویزیون اندیشه که اسمش اندیشه است، همش باید حرف باشه، خرد باشه، بیایید و در واقع نظریات شخصیتون رو به عنوان تحلیل یا تفسیر روی میز بگذارید. نه، نمیشه، چون حرفه‌ای نیستید. آنهایی که حرفه‌این این حرفه رو میشناسن. امیدوارم تمام این حرفام با نسلیست، با همون بچه های محله امیدیست که بسیار خوب کار کردن، اطلاعات بسیار خوبی دادن، مطالب بسیار خوبی رو برای ما ارائه دادن. برمیگردیم میریم ببینیم بچه‌ها چه پرسش‌هایی رو عنوان کردن. یکی دو تا از اونها حتی با من چالش کردن در مورد نظریه‌ای که هفته پیش در واقع داده بودم در ارتباط با شهرک لندن و قدرت ملکه انگلیس. در برنامه دوال بچه ها گاهی مسائلی رو عنوان میکنن که خودش ساعت ها وقت میخواد در اون مورد بحث کرد. اتفاقا همینجور که میبینید، خواهید دید،
کوشان ماد که یکی از ادمین های صفحه به اصطلاح محله امیده، بچه بسیار دوست داشتنی است، بسیار هم سوفیستیکیده و مطالعه میکنه، مثل رنسانس ایرانی، مثل آقای وطن دوست، مثل مشهدی آزادی اندیش. اتفاقا رنسانس ایرانی و کوشان ماد یک مطلب نوشته بودن، گفته بودن شما بحثی رو مطرح کردید که حتی ملکه الیزابت رو شهرک لندن میچرخونه و بحث کرده بودن که نه، اونها نوشته بودن که ملکه لندن به اصطلاح انگلیس خانم الیزابت سالهاست بر سر کاره و بعدم اشاره کرده بودن به هر حال دوک آف کنت که البته بچه ها نوشته بودن پسردائی ملکه رئیس ماسونری انگلیسه، بنابراین در واقع برعکسه. نه دوستان عزیز من، در دنیا ما سه تا پایتخت داریم، شهرک لندن، واتیکان، واشنگتن دی سی. این سه پایتخت دنیاست، این سه قدرت دنیاست، یکی از نقطه نظر معنوی دنیا رو اداره میکنه با جبزبیتا که الان پاپ فرانسیس یکی از اون مهره هاست، شهرک لندن قدرت مالی دنیاست، حتی وال استریت رو اداره میکنه، واشنگتن دی سی تصمیم گیری های سیاسی و نظامی رو میکنه. برای اینکه دوستان نازنین من دریابن این رو بگم، فراموش نکنید شهردار سیتی آف دی لندن رو خود شهرک لندنی ها اداره میکنن، هرگز ملکه الیزابت انتخاب نمیکنه و هرگاه ملکه الیزابت میخواد وارد اون شهرک بشه باید از شهردار شهرک اجازه بگیره، یک قرار ملاقات میذارن جلوی گیت، در اونجا با هم در یک به اصطلاح پابی در یک کافه‌ای همدیگر رو میبینن، بعد ایشون رو میبرن. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز هم اونها خاندان وینسور رو تغذیه میکنن. من این توضیح رو میدم، مثل هر چیزی که شما مینویسید در واقع سعی میکنم پاسخگو باشم. اما در این روزها مسائل مختلفی رخ داده، یکی از مهمترین مسائل مسائل اوکراینه و بعد دیدید دستور حمله آقای اوباما در مورد داعش بود. بسیاری از مقالاتی که این روزها منتشر میشه، مخصوصا دیدم مقاله‌ای بود از آقای روبرت هانتر در لوب و لوگ، این خیلی مطلب مهمی بود، مطلب لوب و لوگ. چرا این رو خواهم گفت؟ یک مطلبی بود که آقای روبرت هانتر نوشته. من بارها درباره آقای روبرت هانتر با شما صحبت کردم، معاون برژنسکی بود، همسر خانم شیرین عبادی است و یکی از به اصطلاح خودش سفیر آمریکا در ناتو بود. در این مقاله آقای روبرت هانتر به مخاطبینش یادآور میشه که وقتی او در دولت لیندن جانسون بود، یه پسر 25 ساله‌ای بوده، دریافته که چگونه عده‌ای جنگ طلب صحنه سازی یا پروشه سازی کردن و آمریکا وارد جنگ شده در ویتنام. بنابراین در اینجا توصیه میکنه ما مجدداً همین جبر رو در واشنگتن میبینیم، باید مراقب باشید، باید اجازه ندید که آقای اوباما ناگهان بخواد و جنگ سوم جهانی رو با پوتین آغاز کنه. چرا این رو میگن؟ به خاطر اینکه پوتین امکان نداره از کریمه بره بیرون، امکان نداره، تمام اعتبارش در کریم است. حالا مسئله اوکراین داره تبدیل میشه به یک فاجعه جهانی، بهتره بیان اینها در خاورمیانه سرگرم بشن
به جای اینکه برن در اوکراین درگیر بشن. حالا متوجه شدین چه اتفاقی داره میفته؟ این آقای پوتین، شما اگر میتونید آقای پوتین رو بگید از کریم خارج شه. حالا بذارید اینجا یه نکته دیگری هم اشاره کنم، چون دوستان جوانسال من هم همینجور مطالب رو مینویسن و میخوان دریابن چه میگذره. ببینید، هرگز شهرک لندن اجازه نخواهد داد آمریکا و روسیه با هم متحد بشن. هرگز. هرگاه آمریکایی ها با نزدیک شدن به مسکو، حتی بعد جنگ دوم جهانی اگه یادتون باشه، آمریکا و روسیه با هم جبهه دیگری رو باز کردن و آلمان رو شکست دادن که به اصطلاح ایران پل پیروزی شد. بلافاصله بعد از جنگ آقای وینستون چرچیل آمد و بازی رو به هم زد، جنگ سرد رو اعلام کرد. اگر یادتون باشه در همین اواخر آقای بوش چقدر نزدیک بود به آقای پوتین، چقدر صمیمانه معتقد بود که آقای پوتین، وقتی به چشماش نگاه کردم، روح داره توش. ولی هرگز اتفاق نیفتاد. الان هم اگر شما برید و مطالب خاصی رو بخونید، همه معتقدن باز این شهرک لندنه که داره همه رو به هیجان میاره، شهرک لندنه که داره جو ناسالمی رو در اروپا میسازه. اولا توجه کنید، انگلیسی‌ها خودشون عضو به اصطلاح اتحادیه اروپا نیستن، هنوز دارن رفراندوم میخوان را بندازن. نکته دوم، رقیب اصلی انگلیسی‌ها آلمانه از نقطه قدرت. میدونید وقتی دیوار فرو ریخت و دو آلمان یکی میشدن، خانم تاکر به هلمت کول اعتراض میکرد که قرار نبود شما یک آلمان بشید، حتی به گورباچف زنگ زده بود، حتی به بوش پدر زنگ زده بود که این درست نیست، ما با یک آلمان مقتدر روبرویم. حالا هم اگر قضیه اوکراین به اروپا به پیونده، آلمان برنده است. اگر به روسیه ببنده، باز بازنده انگلیسه. برابر این شما نگاه کنید، یک شطرنج هسته‌ای روی میزه. اما از سوی دیگر که اتفاقا من وقتی دیدم خیلی برام جالب بود، یکی از بچه ها نوشته بود، ما رفتیم و دیدیم، نوشته بود عمو مانوک چرا بی بی سی تبلیغ فلسطین غزه رو میکنه؟ این خیلی جالبه. نگاه کنید، بی بی سی آگهی کمک به مردم غزه را پخش میکنه، نه اینکه چرا این کار رو میکنه، پرسه سیاسیه. چه شد ناگهان بی بی سی احساس کرد که باید به کمک مردم غزه بره؟ هفته پیشم در برنامه شماره معکوس اشاره کردم، تمام هدف اینا بازگشته. و جالب این که آقای چک هگل وزیر دفاع آمریکا وقتی رفته بود به لندن، تلویزیون بی بی سی بود که پی در پی از ایشون میپرسید قضیه چیه. وقتی این مصاحبه رو در واقع پیگیری میکردیم، بعد یادم اومد که همین یک هفته پیش رژیم روحانی با رژیم پوتین یک قرارداد نفتی امضا کرده، 50 میلیارد دلار. در شرایطی که داره مذاکرات به اصطلاح یک دو جانبه ایران و آمریکا هم اتفاق میفته، بعد شما متوجه میشید در این قضیه باید این گونه ببینید. ببینید تمام بحث این است که چگونه میخواهید به عنوان یک روزنامه نگار، یک مفسر، یک تحلیلگر منافع ملی ایران رو، منافع ملی ایران رو حفظ کنید، نه رژیم رو.
ببینید امکان نداره آمریکا اجازه بده که پوتین و ایران در واقع نوار تحریما رو پاره کنن. امکان نداره. حالا میگم چرا. به ویژه در این شرایطی که بسیاری از این کشورهای بریکس، همون کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، چین، هند و روسیه سعی میکنن کمر دلار رو بشکنن. بنابراین امکان نداره رژیم تهران که دو بخش شده الان، بخشی که سعی میکنه برگ پوتین رو بازی کنه و بخشی که سعی میکنه برگ مذاکره آمریکایی رو بازی کنه، این شده الان در ایران. شما اگر خوب نگاه کنید باید این گونه ایران رو ببینید، یک دیوار دو جداره است. برای همینم یک نوع نانظمی اجتماعی و سیاسی در ایران وجود داره. هر آن ممکنه این رژیم فرو بریزه، فکر نکنید نه. اتفاقا یکی از بچه ها محله امید از من پرسیده بود چرا اون بالا نوشتید آیا این رژیم تا 2015 به اصطلاح ممکنه سقوط کنه؟ چون ممکنه سقوط کنه. شما نگاه کنید حتی بزرگترین برگی که رژیم بازی کرد همین غزه بود، یعنی جو داخل کشور رو تغییر داد. خطر داعش، قضیه سقوط آقای نوری الملکی، بحران سوریه، درگیری های حماس، حزب الله، الان نیروهای لبنان هم آماده میشن در مقابل حزب الله. فکر نکنید عربستان سعودی 3 میلیارد دلار بی جهت در اختیار سپاه لبنان قرار نداده. بعد از حماس نوبت حزب الله است. نگاه نکنید روزنامه های تهران مخصوصا وابسته به سپاه می نویسن که پیروزی از آن حماس بود. نه، حماس نابود شد. حماس تلاشش اینه که بیاد بر سر میز مذاکرات بشینه و اگر اسرائیلیا این کار رو انجام ندن برگ حماس سوخته، بنابراین میتونن برگردن به جای ابو عباس با محمود دهلان مذاکره کنن به اصطلاح با فلسطینیا. اما ایران نه، تمام این هوپلا و سر و صدایی که کردن که جمهوری اسلامی خاورمیانه رو داره میگیره با یک برگ داعش سوزوندن. حالا بچه ها شب و روز از ما میپرسن این داعش کیست. حتی من دیدم یکی دو روزنامه فرانسوی و آلمانی نوشتن این آقای البغدادی اصلا یک جوان یهودی تباره، دوره دیده و آمده شده خلیفه به اصطلاح مسلمانان یا سنی ها. این شایعات هم وجود داره. شما باید فقط، من حرفم با نسل فرداییه، نسل شیک، لابلای خطوط رو بخونید. اتفاقا پیالچی نازنین من یک نوشته ای رو گذاشته بود از کتاب فوکو پندلیوم امبرتو اوکو و در اون گفته بود هر بخشی از اطلاعاتی که میگیرید مهمتر از دیگران نیست، مهم چیدن اونها در کنار همه و خوندن لابلای خطوط. یادتونه من روز اول آمدم اینجا به آقای اسخر فرهادی و پریدم که شما چرا این کار رو میکنید، خانم نسرین ستوده رو میارید به خاطر اینکه سیستم امنیتی میخواد. من اینو میدونم، همینجوری که آقای جعفر پناهی رو کشان کشان آوردن، یا آقای مزروعی، سرخیز، هر کس، یا مادران به اصطلاح خاورانی، بخشش مادران صلح، به اسم مادران صلح آوردن. من اون سیستم رو میشناسم. اون سیستم از اینجا سقوط خواهد کرد، از خارج. ولی وقتی خارج با خود سیستم همکاری میکنه چطوره میشه به اون مردم پشتیبانی داد؟ نگاه کنید اونها آقای اسخر فرهادی رو میخواد 10 تا اسکار بگیره، در واقع کشان کشان بردن، درازش کردن، خونم ازش گرفتن برای مردم بیگناه غزه. مسخره تر از این نمیشد. در آمریکا اگر هنرمندان میخوان کاری رو بکنن با اجازه و مجوز کسی کاری نمیکنن،
خودشون انجام میدن. بزرگترین مشکل امروز ایران رسانه‌های برون مرزی هستند. چرا که در داخل کشور همینه. بیشتر از این نمیتونید خط قرمزا و به اصطلاح تابوهای لازم رو بشکنید. تا زمانی که رسانه‌های خارج از کشور جزئی از توتیان و جارچیان این رژیم هستند، اون مردم در بندن و به گفته سیمین بهبانی نازنین ما، دارا جهانی ندارد، سارا هم زبانی ندارد. بسیار زیبا نمیشه. نگو که تا دوباره بپریم از خواب. اون روزایی که قدغن وارد بازار هنری شد تقریبا ایران رو لرزان. یکی از آثاری بود که واقعا مؤثر بود، تغییر داد، همه چیز رو تغییر داد. اما حیف همه این تلاش ها فصلیست. اتفاقا نوریک مارگوسیان پرسیده بود این داعش رو کی ساخت، چرا ساخت، چه نتایج چیه. دیدم داریوش سوم آمده بود و نوشته بود نگران نباش، ما اسلام نفتی داریم، شیعه نفتی داریم، سنی نفتی داریم، سلفی نفتی داریم، حتی توده‌های نفتی داشتیم. بگذارید تشکر کنم از خانم شری جرمنی، چقدر زحمت کشیده بود و در واقع اطلاعاتی رو برای بچه‌ها روی سایت قرار داده بود، روی دیوار، آن کسی که خمینی رو از هواپیما پیاده کرد. اون کیست؟ مصاحبه‌ای که باش شده بود. این مرد الجزیره‌ای فرانسوی الجزیره تبار چه بود؟ یونیفورم چه کسی یونیفورم بهش داده بود؟ چرا در ایران مون؟ و بعد حتی گزارش‌هایی رو داده بود که چه مسائلی پشت پرده بود، چگونه خمینی رو با هواپیما جنب و جت آوردن، چگونه اسکورت کردن. دوست دیگری همینجوری که اشاره کردم مطالبی گذاشته بود در مورد همین رهبر داعش که اتفاقا پسر خوشتیپیه، اگر هر که هست، که الان تبدیل شده به خلیفه، که گفته بودن یک پسر خوشگذران یهودی تبار بوده. خب الان که تونسته همه رو رنگ کنه، پس این ملت ها چقدر بی ارزه هستن که به این زودی رنگ میشن. قشنگیش اینه. اتفاقا بچه ها مسائل بسیار نوشتن که من میتونم یک به یک بگم. اولا اجازه همین تصویره، دقیقا همینه. این گزارش رو فرانسوی ها دادن، روزنامه آلمانی دادن، گفتن این جوان همون خلیفه است، خلیفه ای با ساعت رولکس یا گاما، هرچه از اومیگا، هر کدوم هست. این نکته رو هم اشاره کنم دوستان عزیز، The British Government فرق داره، The Government of Great Britain. آقای رنسانس کوشان، برید تحقیق کنید بعد به من جواب بدید. I love you. اتفاقا این روزا در یک روزنامه، در یک سایت به نام تبلت میخوندم، سایت صهیونیستاست، در اتفاقا نویسنده نوشته بود امروز برخلاف هپی که همه جا مده، در اسرائیل یک آهنگی مده، یک آهنگی که حماسی‌ها ساختن با تم و عبریه و میگه برید این تروریست های اسرائیلی رو نابود کنید، به دریا بریزید. همه سربازا و تینیجرهای اسرائیلی این رو میخونن و میخندن به خاطر لهجه و کلماتی که در اون هست. و اون نوشته بود هیچ ایرادی نداره، بذار هر چقدر میخوان دلشون میخواد آواز بخونن. اما اجازه بدید در آخرین لحظات برنامه اینو اشاره کنم، مرسی خانم پروین کبیری که دست سیمین بانو رو گرفتید آوردید به محله امید. بسیاری از اشعار سیمین بهبانی نازنین رو روی سایت گذاشته بودید. من چون با شعر زیاد میونه ای ندارم یا اصلا استعدادشو ندارم، فقط یک بیتش بلدم، دوباره میسازیمت وطن. نیکوس کاسازانیاکیس نویسنده کتاب زوربای یونانی و همچنین کتابی نوشت به نام وسوسه یونانی
که چگونه یونانی ها در یک روستایی سعی میکنن همیشه هر سال یک بار نمایشنامه ای برگزار کنن و مثلا نقش مسیح رو بازی کنن که به صلیب کشیده شده. و در واقع در پایان این کتاب به این نتیجه میرسه که زندگی در این دنیای مجازی فرصت نمیده ما آینده رو ببینیم. ما در برنامه دوال و شماره معکوس سعی میکنیم تا آنجایی که میتونیم، تا آنجایی که قادر هست، با تصاویری که تونی جوانسال برای شما در واقع تزیین میکنه، نمیدونید این جوان چند ساعت دنبال این تصاویره، عاشق تصاویر خیابانهای پر ازدحام ایران در روزهای آشوب، عاشق این تصاویره، چون همیشه فکر میکنه جوانهای ایرانی حق دارن و قادرن در مقابل این رژیم آدمخور بیستن. اجازه بدید به همراه تونی جوانسال همه بچه های محله رنسانسی از امید گرفته تا بقیه که حتما اسمشون بعدها خواهم گفت و پیمان نازنینم که بسیار دوست داشتنی است سپاسگزاری کنم و بگم I love you. من قلب بحر من گرفته اون شنام